vielen lieben Dank an Katja für die schöne Einleitung, die sie hatte. Ich bin die Helen und grüße Sie alle auch in meinem Namen. Ich moderiere heute. Im Vorab möchte ich etwas sagen, und zwar, diese Organisation hier würde von Studenten, für die Studenten und alle Menschen im Iran organisiert, und keine nationalistischen Symbole sollten heute hier sein. Die Flaggen, alles was Sie sehen, sind nicht von uns. Und ich bitte Sie auch vielleicht die wegzunehmen, das wäre sehr nett. So, vielen lieben Dank für die Unterstützung und dass Sie heute hier sind. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Stimme, denn خب اینجا دانشگاه غور اونیورسیتت در بخوم آلمان هست. امروز برنامه‌ای بوده همونطور که دارید میبینید. واقعا زبان یارای گفتن چیزی نیست و بسیار سخته بگیم که چه در ایران داره میگذره. بسیار سخت هست این جوانانی که میانان 17 ساله 17 ساله 16 ساله 17 ساله بسیار سخت هست که بگیم چه خبر هست در ایران. تنها این رو میدونم که ما یک وظیفه داریم. همه اونهایی که احساس میکنن انسانند، هر کسی که فکر میکنه آزادی خوبه، هر کسی که فکر میکنه انسانیت خوبه، اخلاق خوبه، تمدن خوبه، که با مردم باشه، در کنار مردم باشه، در کنار ایران باشه، نه در کنار جنایت. جنایت یعنی چی؟ یعنی با به هر بهانه‌ای با رژیم جمهوری اسلامی، این حکومت، این نظام بودن. ما سه انتخاب نداریم. انتخاب ها مشخصه. به هیچ رو منظور من نیست که هر کسی بخواد ثابت کنه با رژیم نیست، با جنایت نیست، که بهتر بگویم رژیم ایرانستان ضد ایران، ضد ایرانیان، حتما بیا تو خیابان و اینا. نه، سخن بسیار هست. من نمیخوام اینجا به این چیزا بپردازم که در لایوهایی که در خانه و اینا هستم به اونا میپردازم. میخوام بگم که میبایستی کاری کنیم که این رژیم 100% و حتما این جنایت کنار بره، چون نام این جنایت دیگه داعشه. داعش به بدی و به کثیفی و به پلیدی این رژیم، این نظام جمهوری اسلامی که به هر حال اینقدر خودش رو بزک کرده، این همه دم دستگاه داره نیست. اینه کسی داره میگه، من دارم میگم که خوب تا حدودی حالا لایوهای من دیدید، من میشناسید به عنوان یک تئوریسین نظریه پرداز سیاسی که هم تو کشور ژرف و عمیق کار کردم، میشناسم، دارم میگم و سالها کارشناس بودم، در کشور دانشگاه رفتم، مناسبات رو میدونم، 4 دهه در ایران زندگی کردم، دارم میگم، به زرس قاطع دارم میگم، این رژیم هیچ چیزی نیست جز یک بیماری بسیار بسیار خطرناک برای تمدن، برای انسانیت. همه بایستی کمک کنیم، همه، هر کسی که میگه من انسانم، من خانواده‌ام رو دوست دارم، پدرمو، مادرمو، آیندمو، فرزندان رو،
زیبایی رو میفهمه، هنر رو میفهمه، تمدن رو میفهمه، میبایستی کمک کنه که از شر این بیماری، از شر این جنایت خلاص بشه. چگونه؟ چگونه؟ خب داستان پیچیده ایست، من معول میکنم به لایوا و نوشته هام. من امروز آمدم اینجا چون برنامه بسیار خوبی بوده که 150 دانشگاه جهان، کشورهای گوناگون. خب آلمان بیشترین دانشگاه ها که اینجا دانشگاه شهر بخوم در آلمان هست، ایالت نوردرن وستفالن، شهر بخوم، دانشگاه غور. خب من اینجا هستیم، من خب نزدیک من بود و اینجا بچه ها جمع شدند. کوتاه اگر من میخوام اینو به پایان ببرم، بگویم که معول میکنم به لایو ها و اینها. دوستان، هم میهنان، همه و همه، فکر کنیم، فکر کنیم، فکر کنیم. کاری مؤثر، کاری خردمندانه، بدون خشونت، هرچه زودتر، هرچه زودتر انجام بدهیم. داریم این کارها رو، کارهایی که هم میهنان دستگیر و زندانی نشوند، کشته نشوند و و و و و و اوکی. اینجا من نمیخوام به اونها بپردازم، اینجا تنها میخوام بگم که فکر کنیم، همه فکر کنیم. من همش تاکید من رو فکر هست، فکر خوش، فکر خوش. این پیام من هست که در محیطی دانشگاهی گمان نکنیم که حتما همین کارهایی که میکنیم بهترین هست، بهترین زیرم هست. من میخوام بگم که چه خوب است، چه بد است، این چیزها رو دارم من نمیگم. من این رو به پایان میبرم، تنها خوب خواستم مشارکت کنم در این کار جهانی، کار جهانی هست. به ویژه هشدار میدم به یه سری استادهای درون کشور که دو تا پست گذاشتن و دو تا استوری گذاشتن اینا تنها نیست. کار مؤثر، من همیشه واژه مؤثر رو به کار میبرم، که کارهایی هست هنوز نشده، بسیار کارا هست هنوز نشده. من اینو بگویم و این رو هم بگویم در اینستاگرام یا هر جا میشنوید، یک لینک تلگرام هست، لینک کانال ایرانیان با شرف در بیوی من در اینستاگرام هست، پخش هست، اینو عضو بشید. کانال ویژه‌ای هست، کانال یگانه‌ای هست برای روز مبادا، است جایی اگر کاری کمکاری بشه، طرحهای ویژه‌ای بشه، شما میتونید به ما بدید، ما در اون کانال خواهیم آورد. کانال ایرانیان با شرف رو حتما داشته باشه، یک کانال معمولی نیست، کانال مهمی هست، کانال مطمئنی هست. همه وارد بشید، کمک هم کنید، معرفی هم بکنید، وارد بشید. من به درود میگم، میخوام دیگه این برنامه رو خودم ببینم. Warum die Revolution und Bewegungen eine wichtige Rolle spielen. Dieses Volk und insbesondere die Jugend verlangen Freiheit, Wohlstand und Grundrechte.